حسن نصرالله موقعی بسیار کلیدی بود برای جمهوری اسلامی و به ویژه اینکه ایشون به عنوان جانشین علی خامنه‌ای هم در زمانی در نظر گرفته میشد به عنوان آنچه که به زعم خود ایشون ولی امر مسلمین جهان هست. بعد از کشته شدن حسن نصرالله، به ویژه این تعدد و تکثری که در کشته شدن فرماندهان منصوب به حزب الله وجود داشت، حزب الله رو علارغم اینکه از لحاظ لوجستیکی کماکان در مضیق قرار نداده، ولی از لحاظ هیرارشی و سیستم فرماندهی دچار خلل کرد. این خلل فقط مربوط به حذف فیزیکی نبود، بلکه بعد از کشته شدن صالح العاروری در لبنان این مسئله مطرح شد که نفوذ در خود حزب الله در سطح کلام بسیار بالا بوده و علارغم اینکه تاکیداتی میشد که حزب الله تلاش رو بر این داره که این نفوذها رو کم بکنه، ولی کن عدم دقت حزب الله در سالیان دراز و همچنین همکاری که با سپاه قدس انجام میداد مسئله رو به جایی رسونده بود که نفوذهای فراوانی از طریق موساد و سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل در اون افزایش پیدا کرده بود و اسرائیل توانست که با یک هزینه بسیار کم، علیرغم اینکه خب بمب‌های شدیدی رو در مناطق جنوبی لبنان و همچنین در زاویه بیروت استفاده کرده، ولی که این هیچ کس به فکرش نمی‌رسید که به این آسانی بتواند در یک مدت کوتاهی سید حسن نصرالله رو بکشد. اینکه چقدر تاثیر بر مراودات جمهوری اسلامی با سایر گروه‌های نیابتی داره، خب از لحاظ معنوی ما رو بسیار تحت تاثیر قرار میده، چون بعد از کشته شدن چنین افراد و در آخر هم سید حسن نصرالله و عدم پاسخ از سوی جمهوری اسلامی ایران، این سوی زن رو در گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده که کماکان اون فکری که گفته میشه که این نیروها گوشت دم توپ برای جمهوری اسلامی ایران هستند، چه در سوریه و چه در جاهای دیگه، و هدف جمهوری اسلامی ایران یعنی وظیفه جمهوری اسلام حفظ تهران و حفظ نظام هست، این یک ناامیدی وسیع و همچنین قطع ارتباط معنوی بین تهران و سایر نیروهای نیابتی رو خواهد داشت و فعلا از همین فضای شدید بسیار خسرانی که در نیروهای نیابتی و عملکرد تهران در خارج از مرزهای کشور وجود داره خارج نشده.